اینا سخنی ندارن که بخوان این سرزمین رو ترقی بدن. نه، آقای رضا هیچ برنامه‌ای نداره، برای اینکه برنامه رو در درون میهن دارن. اینا دستشون، دست اینا از پشت با رژیم جمهوری اسلامی توی همه. میگه من از این بر ملت ایران رو سرگرم نگه میدارم، شما هم از داخل هر کاری که میخواید بکنید بکنید. چه راه حلی آقای رضا در این 30 سال گذشته برای ملت ایران داد؟ راه حلش همونی که در درون هست. تمام نهادهای مذهبی رو مادر ایشون در دوران سلطنت، در دوران پادشاهی شاه، در درون میهن همین خانم دیبا رهبری میکرد. به ایران سوگند راست میگن، اینا من دیباها رو میشناسم، اینا تازی هم. تمام نهادهای مذهبی رو همین خانم دیبا در درون میهن رهبری میکرد کنار شاه. در ظاهرم حتما به شاه میگفتش که من اینا رو میخوام گول بزنم، در صورت که اینطوری نبود. دیدیم که شاه که اومد، ایشون مملکت رو، شورای سلطنت رو بلافاصله لغو کرد و مملکت رو داد دست تازی، در رفت اومد بیرون. مشکل ملت ایران اینه. من میخوام توجه ملت ایران رو به این مسئله جلب بکنم که سلطنت طلب ها خود دشمن دیرینه ترین، باور کنید، دیرینه ترین دشمن ملت ایران رو سلطنت طلب ها تشکیل میدن. یک طیف وسیع از بیگانه و میهن فروش، یک طیف وسیع از فرزندان به قول معروف اقوام بیگانه که به این سرزمین حمله کردند و تاراج و تارمار و کشتار کردند، حالا بچه های اینا جمع شدن دوربر آقای رضا، بشیم سلطنت طلب، آقای رضا شاه سلطان حسین بیاریم دوباره همون بساط گذشته رو علم کنیم. شما نگاه کنید که هر کاری که شاه اومد بکنه اینا نذاشتن. شما سر همون لایحه به قول معروف اصلاحات ارضی شاه باید متوجه این مسائل بشید، اینا نمیذاشتن. بخشی نمیدونم شد خان و خانبازی و بخشی شد نمیدونم. من همه خانها و اینها رو نمیگم و من به شما بگم، این واژه اصلا واژه ایرانی نیست، منتها خوب دیگه توی این سرزمین جا افتاد. شما نگاه کنید به قول معروف بافت اینها، نگاه کنید به مشکلاتی که زمان اصلاحات ارضی داشتیم. هر باری که لایحه اصلاحات ارضی اومد مجلس، اینا به قول معروف تبدیلش کردن به یک شیر بیگال و دم و اشکمبه، انداختنش بیرون. تا آخر شاه مجبور شد که مجلس رو کنسل بکنه، برستادشون گفت برید دنبال کارتون. لاغل این قانون اساسی ننه مرده باز با تمام این اشکالاتی که داشت یک اختیار داد به شاه که مجلس رو منحل بکنه و بتونه لایحه اصلاحات ارضی رو به مورد اجرا بذاره. اینا نمیذاشتن، اینا نذاشتن، اینا شاه رو از مردم جدا کردن. تمام اصلاحات به قول معروف شاه رو با مشکل روبرو کردن. اینا مسائل جانبی اونقدر ایجاد کردن که این ملت رو به جلوی شاه ایران بیستونن. تمام مشکلاتی که در زمان شاه به وجود اومد از این طیفی بود که دور شاه بودن، این دشمنان تاریخی ایران، والا این پدر و پسر که دوتا تخمه ایرانی بودن، اینا که برای بهبود این سرزمین سر بلند کردن و جانشون هم هر دو دادن. دیگه چی میخواد ملت ایران از اینا؟ دیگه لااقل بذاریم نام اینها همینطور که هست بمونه برای این تاریخ. به ایران سوگند، من هوشنگ، انجمن پادشاهی ایران، قصد تیکه تیکه کردن این ملت رو نداریم. ما نمیخوایم بگیم آقا این منشأش عربه، این منشأش تاتاره، این منشأش مغوله، این منشأش ترکه، نمیدونم. نه، ما نمیخوایم این کار رو بکنیم، ولی یه شرط داره، یه شرط داره و اون شرط اینه که سرزمینی که درش زندگی میکنن، ملتی که به قول معروف بخشی از
ازش هستن به رسمیت بشناسن. من میخوام هر کس در درون این سرزمین زندگی میکنه برتری و سروری ملت ایران رو بپذیره، نه به قول معروف اون میراث زهرماری که سینه به سینه از تاریخ پدرش گرفته که نمیدونم ما صاحب این مملکتیم، ما غارت کردیم، ما کشتار کردیم، حالا ما باید ادامه بدیم. نه، به عنوان ملت ایران در کنار ملت ایران بمونید و ملت ایران و سربلند و سرفراز باشید. ما که بهترین رابطه انسانی، اقتصادی، نمیدونم سیاسی رو در جهان داریم که بابا این آیین ریشه‌ای رو بخونید، بخونید، مقایسه کنید با تمام جهان. عجب گیری افتادیم ما، مشکل به ایران سوگند ژنتیک داریم، نمیذاره این ژن ها نمیذارن ملت ایران آرامش بگیره، مگر اینکه یک شرایط بسیار محکمی به وجود بیارن این پیشاهنگان و خردمندان این سرزمین که لااقل در این شرایط محکم اینا رو ما دوباره تربیت کنیم، دوباره بذاریم سر جایی که یزگرد سوم زمین گذاشت این ملت رو. به ایران سوگند، ما باید این ملت رو از زمانی که یزگرد گذاشت زمین تا امروز این تیکه ننگین رو جدا کنیم. من حکومت به قول برای پادشاهی پهلوی رو جدا میذارم، اون 50 سال الماس تاریخ ایرانه. این 1400 سال ما باید ببریم، مثل یک فیلم بذاریم جلوی چشم ملت ایران، دو سر این تاریخ رو دوباره ما باید بچسبونیم به هم. ملت ایران رو دوباره باید به عنوان یک ملت با فرهنگ با خرد ما دوباره به جهان معرفی کنیم و به خودش معرفی کنیم به وسیله خردش. من قصد تیکه پاره کردن ملت ایران رو ندارم، قصد این که بگم این بخش برتر از اون بخش ندارم. من سخنم اینه که ملت ایران، این انسانهایی که در این سرزمین زندگی میکنن، انسانهای خردمندی هستن و انسانهای سرطلب، کارکن، نمیدونم دهقان، دانشور، میتونن کنار هم یک رابطه درست انسانی برقرار کنن بر طبق روابط انسانی پدران خودشون در این سرزمین. این مشکل ملت ایران، این مشکل انجمن پادشاهی ایران در حال حاضره که ما نمیتونیم این ملت رو، یعنی امکان نداریم، امکان مادی نداریم. فولادوند گرامی هر چه که کرد با هر توانی که به قول معروف داشت، از جانش هم مایه گذاشت که شاید این ملت رو یک به قول معروف تغییری بده. زمانی که فولادوند رفته کنار، خبری من از فولادوند ندارم، از زمانی که فولادوند خبری ازش نیست، دوباره این ملت بی صاحب شده، دوباره جمع شدن توی رادیو تلویزیون ها شروع کردن زر زدن. چرا؟ برای که کسی نیست از این کیان دفاع کنه. هوشنگ هم که اینجا نشسته کنار یوتیوب، اگر یه نفر به قول معروف دنبال یه فیلم نمیدونم تفریحاتی بگرده، تصادفی هوشنگ رو ببینه. من برای این میگم کسانی که من رو میشناسن، صدای من رو میشنون، مسئولن که این ملت رو دوباره بازسازی کنیم. ما یارو نمیدونم میره میشینه تو تلویزیون میگه نمیدونم نه فولاد و من اول نمیدونم، تو غلط کردی مرتی که ما به تو میکروفون مجانی دادیم نیومدی بشینی زر بزنی. حالا که فولادوند نیست، من نمیدونم اول اومدم، اون یکی میگه نمیدونم یاران فولادوند چی شدن، نمیدونم یاران فولادوند اینجا افتادن، یاران فولادوند بی امکان اینجا نشستن. اون وقت توی وطن فروش هرزه بری بشینی از به قول معروف
دیگران سخن بگی.